با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم به خدمت شما بزرگواران. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز جمعه است و 19 از ماه اکتبر. بله، 18 19 روزی هم بیشتر به انتخابات آمریکا باقی نمانده است و مردم آمریکا به زودی پای صندوق ها خواهند رفت و مستخدم خود را انتخاب خواهند کرد. اجازه بفرمایید که البته عرض میکنم که در تمام آمارها که هست از این سو و اون سو، در آمار در واقع عرض شود که آقای اوباما همچنان از حریف جلوتر هست، اما هر لحظه ممکن است اتفاقی بیفتد. حالا یک مناظره دیگری هم هست، باید بنشینیم منتظر. اجازه فرمایید یک غزل ناب بی نظیر از حافظ خدمت شما بخوانم و بعد برگریم سر موضوع. ای نسیم سحر، آرام گه یار کجاست؟ منزل اون مه عاشق کش عیار کجاست؟ شب تار است و ره وادی ایمن در پیش، آتش تو کجا، موعد دیدار کجاست؟ هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد، در خرابات بپرسید که هوشیار کجاست. آقای سایه ابتهاج، شاعر بزرگ ما، اینجا گفته است در خرابات نپرسید، در حالی که همون بپرسید به نظر من درست‌تر هست در نسخه قزوینی، چون حافظ میگه من سر خودم رو پیدا نمی‌کنم جز اون که وارد میخانه بشم، اونجا جای هوشیاران هست. بله. هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد، در خرابات بپرسید که هوشیار کجاست؟ اون کس است اهل بشارت که اشارت داند، نکته ها هست بسی، محرم اسرار کجاست؟ هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجاست؟ باز پرسید زگی سوی شکن در شکنش، کین دل غمزده سرگشته گرفتار کجاست؟ عقل دیوانه شد اون سلسله مشکین کو، دل ز ما گوشه گرفت، ابروی دلدار کجاست؟ باده و مطرب و گل جمله مهیاست، ولی عیش بیار مهنا نشود، یار کجاست؟ حافظ از باد خزان در چمن ده مرنج، فکر معقول بفرما، گل بیخار کجاست؟ حافظ، تصحیح ه الف سایه. خدمت شما عرض می کنم که بعضی حوادث و اتفاقات است واقعا پیش میاد دیگه، اینها بسیاریش واقعا جای پاسخ نداره، یعنی واقعا ارزش پاسخ نداره، اما به حکم ضرورت حتما بایستی چیزی گفت، چون شما منتظر هستید من حتما چیزی بگم. مطلب خیلی عمیق‌تر از این حرف هاست، مطال مشکلات ما، گرفتاری های ما بیشتر از این هست. این عکسی که در اینجا هست، در واقع اینو 4 عکس هست که پشت سر من بوده از روز اول: حکیم فردوسی، محمد مصدق، ستارخان قرضاوی به قول معروف و احمد کسری. هر کس به دلیل، هر کدوم به دلیل، در این 12 سال تلویزیون و 15-16 سال رادیو و ده ها بلکه صدها جلسات سخنوری، من هنوز راجع به دکتر مصدق صحبتی نکردم. یعنی شما جمعی سخنان من رو جمع‌آوری کنید 30 دقیقه نمیشه، در حالی که در باب تقی‌زاده، نمیدونم در باب علامه قزوینی، در باب نمیدونم قوام سلطنه، اینا سخن، در بابش هیچ موقع من سخن نگفتم واقعا، چون ضرورتی نمیدیدم که سخن بگم. مبانی نظری مشروطه اینهاست، اینها مشکلاتی است که ما داریم، تا اینها رو حل نکنیم و به یک وجه مشترک نرسیم آینده نخواهیم داشت.
مبانی نظریه جنبش مشروطه و آزادی خواهی توسط کسانی مثل آخوندزاده، مثل طالبوف، مثل مراغعی، مثل کرمانی اینها و ملکم خان، ملکم هم میگن اینها آمد و بعد ما در واقع دلاوران ایرانی قیام کردن به خصوص در تبریز برای اون که استبداد رو کنار بزنن. آمال مشروطه چه بود؟ آمال مشروطه استقلال مملکت بود، کوتاه کردن دست استبداد فردی بود، برقراری عدالت بود، عدالت خانه، در واقع مساوات بود، حاکمیت قانون، حاکمیت مردم زیر سایه قانون. اینا آمال مشروطه. محقق نشد این آمار تا این مرد پیدا شد. در این تاریخ در واقع 200 سال گذشته ایران چند تن نامیرا هستن. این که مردگان نه، خطاست، این سخن یک سره خطاست، این یک مغالطه بزرگ است. سعدی بزرگ هم فرمود سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرد. در صحنه سیاست ایران از روزگار فتحعلی شاه بهسود چند تن زنده جاویدن. من میخوام عباس میرزا رو هم در این لیست اضافه کنم و فراهانی، ابوالقاسم فراهانی وزیر بزرگ روزگار محمد شاه و میرزا تقی خان عمید کبیر و دکتر محمد مصدق. در واقع این آرمان‌های مشروطه که هنوز محقق نشده و ما از در واقع در هرمان اونها دست و پا میزنیم، در یک دوره کوتاه این مرد هم اینها رو نمایندگی کرد. دکتر مصدق تنها کسی است که در واقع اخلاق متعالی رو با سیاست ملی درآویخت. هیچ کدام از اینا این کار رو نکرد و سایه سنگین او بر سر باز تولید استبداد هست. تا این مشکل حل نشه بعد امکان نداره. و اون دولت استبداد گذشته بعد از اون کودتای کذا و کذا قانونیت خود و مشروعیت خود رو از دست داد. از مردم فاصله گرفت و در واقع از قانون فاصله گرفت و مردم همواره معیارهای این مرد رو در ضمیر دارن، فراموش شدنی نیست، تفاهم پذیر هم نیست که خادمین و خائنین با هم تفاهم کنن. اصلا همچی چیزی میسر نیست. یعنی کسانی که در کنار ملت بودن و برای ملت بودن با زورگویان و نمایندگان دول خارجی بشینن با هم تفاهم بکنن، اصلا چنین چیزی میسر نیست. و امروز هم اون مشروعیت رو هنوز به دست نیاوردن. در واقع بازماندگان استبداد هر کار میکنن میسر نیست. آقا روزه میگیری نمیشه، پچورای ملی درست میکنی میسر نیست، چون این مشروعیت از بین رفته دوستان. تا قضیه اون اخلاق و اون سیاست فهمیده نشود و تا آرمانهای مشروطه از ابتدا شناخته نشود میسر نیست چیزی. مشروعیت اون رژیم ساقط شد از روز 28 مرداد. دیگه بقیه‌اش زور تفنگ آمریکایی بود و خفقان و دستگیری و بستن جراحت و نفی قانون و باطل کردن قانون اساسی و همواره مردم نوستالژیه این مرد رو و اندیشه هاش رو با خود دارن. این عکسم بنده گذاشتم اینجا که مردم بدانند من جز شما نیستم. آخه شما در قاره دیگری هستید، من در قاره دیگری هستم، به کار شما بنده کاری ندارم. وقتی که یک آدم جعلکار دروغگوی بی‌شرمی رو ما دعوت میکنیم به تلویزیون و دروغ میبندد به مرد بزرگی که مورد احترام قاطبه مردم هست، منتظر اصل اولش باید باشیم. این مغالطات متری را ما تازه شنیدیم. والا اون کسانی که شما نام بردید همشون رو هم پنج تعریف ندارن.
آخه نمیشود که یک آدم دروغ زنی رو که ذره مثقالی اعتبار نداره ما بیاوریم به هستی و نیستی کشوری و تاریخش و مردمش توهین بکنه و اصل عملی بین وطن دوستان نباشه. اصلا میسر نیست این چیزی. میسر نیست. علل اطلاق میسر نیست. و سیستم های استبدادی از همون استبداد اول این مرد رو مانع استبداد خودش رو میدونست. حتی زمان رضا شاه با اون زوری که او داشت که مملکت رو کنترل کرده بود به ضرب چماق همه رو خفه کرده بود و در واقع استبدادی حاکم شده بود که در واقع در تاریکی بایستی پشپش میکردی از ترس ایشان. خب کارهای خیلی خوب همیشون کرده در روزگار سرداسپهر. اما فکر این که این مصدق زنده است خوابش نمی برد و تصمیم به قتل ایشون هم گرفت. با چه فضاحتی از احمدآباد کشیدن به اون کلانتری و از اونجا فرستادنش نمیدونم در دهات خراسان بیرجند کجا شاید اونجا بشه خفش. یعنی یک نیروی راستین در مقابل استبداد، یک نیروی راستین برای نگه داشت قانون، این مرد بود. یه شخصیت جهانی است. بندم این ایشون نذاشتم اینجا چون مرید ایشونم. نه جبهه ملی بودم هرگز، نه در جلساتشون بودم، نه هرگز راجع به ایشون من صحبت کردم، نه هرگز من سخنرانی کردم، نه تعریفی کردم. کمترین تعریف ها رو من راجع به ایشون کردم. و استبداد دوم صحبت کردم با تیمسار حضرتی سرلشکر در کانادا هستن. ایشون رئیس جراحان پلاستیک ایران بود. به منده گفتن که زمانی که دکتر مصدق در احمدآباد بود این در واقع اینجا لپشون به قول معروف گوشه دهانشون سرطان داشت، سوراخ شده بود غذا میرید. گفتم آقا اجازه بدید من جراح پلاستیکم دستگاه میبرم احمدآباد. یکم احمد گفت یک باری از این حرفا بزنی نه تنها اخراجت میکنیم از ارتش، زندانت هم میکنیم. خود این سرلشکر دکتر حضرتی به من گفت در کانادا زنده میتونیم باش صحبت. خصومت با دکتر مصدق یکی از شروط علاقه به استبداده. ما یک مورد داریم عرض میشود که وقتی هارون رفت به خراسان مأمون رو با خود برد، امین رو اما در بغداد گذاشت. وقتی هارون فوت شد این امپراتوری رو به دو قسمت تقسیم داد، عده‌ای به امین و ایرانیان چون مادر مأمون در واقع ایرانی بود به خصوص خانواده سهل او رو نگهداری کردن و این امپراتوری دو قسمت شده. به او قول دادن که امین رو شکست بدن و البته قولها هم دادن که اگر چنین بشه بعد مثلا ما از علویان یکی میآوریم و ولیعهد میکنیم. بعد طاهر رو فرستادن، طاهر ذوالیمینین، اون سپاه امین رو شکست دادن. وقتی وارد سرسرا شدن این سربازان به زبان فارسی خراسانی سخن میگفتن تا رسیدن به او و او رو کشتن، سرش رو بریدن آوردن. مأمون دستور داد سر او رو بیاویزید به در ورودی و مردم رو بخواهید با ما بیعت دوباره بکنن و شرطش هم این هست که مقابل این سر بیستن و او رو لعنت بکنن تا قبول بشه. این عیناً همون داستان، این عیناً همون داستان. ما میبینیم که هر کدوم از این چپ‌های ورشکسته میروند و به این خدمت این خانواده محترم و بازمونده روزگار سابق بیرون نیامده دو سه تا مقاله در رد دکتر مصدق، کتاب جعلی در نفع دکتر مصدق می‌نویسه. این عین همون لعنتی است که مأمون خواسته بود که به سر امین بکن. این مشکل اینجا گیر کرده. دوستان محترم داریوش همایون میگفت یک بغضی است در گلو گیر کرده. این تا این قضیه رو نپذیرن که این یک خیانت بزرگ به مملکت بوده و براندازی دموکراسی مملکت ما بوده و اندکی هم عقبتر نروند و آمال مشروطه رو در نیابند اساسا میسر نیست ما قدمی فراتر بگذاریم. بعضی دوستان ما نمیدانند که از سال 1992 تا
تا سال 2006 بیشتر از 1 میلیون مورخ تولید شده در این مملکت. کار تاریخ میکنم، کار گذشتگان، هر کسی کار خودش رو انجام. در هر سال به طور متوسط 1000 تا 1100 تن دکترا در رشته دارن، نه مثل دکترای جعلی که آقای صمدانی داده و این دوست شما هم داده. ارزشش به اندازه اون کاغذی نیست که روش نوشته شده که یه آقای در آشپزخونهش دکترا صادر کنه و بعد ما با القاب اینها رو بنامیم به خاطری بخوایم به سخنان پوچ و دروغ اینها ما اعتبار بده. این کتاب سوداگری با تاریخ حاوی 180 دروغ. آقا با یک دروغ یک سیستم سقوط میکنه. یک اشتباه کرد آقای رامنی، سقوط کرد. گفت آقا شما 14 روز بعد از اینکه به بنغازی حمله شد آمدی گفتید که این حمله تروریستی بوده. اشتباه میکرد، چون اوباما همون فردا رو صبح گفته بود، خانم کندی کراولی شهادت داد، آقا فرو افتاد. چون نمیشه بعد دروغ گفته ازش گذشت، نمیشه بعد دروغ گفته، نه ایمیل داشت، نه تلفن داشت، نه مصاحبه کرد، نه مناظره کرد، گفت و رفت. تشکیلات استبدادی، این تشکیلات استبدادی یعنی این. حالا نه تنها اون دو استبداد گذشته دشمنی میکردن، در واقع مصدقی مطرح نیست، ارزش هاست، آمار هست. استبداد بعدی هم که امروز باشد عواملی دارد که برای تخریب او و اندیشه های او و از میان بردن تأثیر افکار او مشغول به کار هستند. کتاب ها منتشر میشه، اما اینا همه وارونه عمل میکنه، وارونه عمل میکنه. چون امشب بنده تا کنون سه خط هم راجع به دکتر مصدق نمیشن، نوارم تهیه نکردم، سخنرانی هم در رابطهشون هیچ بگه نکردم، چون دیدم ضرورت نیست، دیگران هستن. گفت آفتاب آمد دلیل آفتاب. از فروغی تا از هاری دهان و خسوازین آمدند و رفتند. این آقای هویده بدبخت بعد عاقبت که 12-13 سالی بود، این پی احمد آبادی 2 سال اندی، چرا پس چی شد، پس چگونه است، چرا این شخصیت مورد احترام جهانیان است، اون رو بایستی پیدا بکنی. حالا من یک عرض بکنم سیدی دارم خدمت شما پخش بکنم از صدای همون دوست محترمی که امروز در واقع فریاد میکشیدن. گوش کنید ببینید قربون چی فرمودنشون. Yeah.
بریتانیای کبیر امروز بریتانیای صغیر شده است، اما در روزگار محمد مصدق هیچ کشوری در جهان محروم و محروب، در جهان سوم یعنی جهان پایمال شدن‌های حق، حتی اندیشه مبارزه با او را به مخیله و فکر خود خطور نمی‌داد. وقتی که مصدق برخاست و حق ایران را در سازمان داوری لاغ مطرح کرد، دنیا دچار لرزه شد. انگلیس، آمریکا، پیام‌های انگلیس و آمریکا و زان پس همه مشکلاتی که کشورهای استعماری و کشورهای جهانخوار نفتی در سر راه محمد مصدق ایجاد کردند، تا اون نباید، تا اون نباشد، تا استعمار کماکان بتواند شیران سری کند، علل خصوص شیر پیر بریتانیا. خب این صدای همون دوست محترمی بودن که امروز فریاد میکشیدن که آقا در قبرستان‌ها دنبال قهرمان نگردید. ما که از این کارا نکردیم که دوست عزیز. صدای خودش جوانتر بودن، البته 30 سال پیش از این کارا میکرد. بعدش هم که در خدمت شاهد بختیار بودن چند سال، من مطمئنم تکریم و تعظیم مصدق در حضور شاگرد او یکی از لوازم خدمت به، یکی از در واقع ملزومات خدمت به دکتر شاپور بختیار. ما هیچ کدوم از این کارا نمی‌کنیم. اجازه فرمایید که ما عرض شود که یک موسیقی به انتخاب امیر جوان، البته بقیه نوارم هست، نقطه دیگه از مرحوم دکتر مصدق موردی پخش نمی‌کنه، ایشون خودشون تهیه کردن و پخش کردن. اینا عرض شود که تو روزگاری بدیم به خدا قسم. اجازه بدید که یک موسیقی بشنویم و بعد من آقای محمد امینی رو خط میارم و در باب کتابشون که خیلی زحمت کشیده امینی، واقعا کار خیلی شایستهی کردن، با ایشون صحبت میکنیم در باب دروغ ها و مغالطات اون آقا که من نامشو نمیبرم. با درود بر شما هموطنان گرامی، بر روی خط دوست گرامی آقای محمد امینی هستن. آقای امینی درود بر شما. درود بر شما و بینندگان عزیز شما. آقای امینی، من این کتاب شما رو نگاه کردم، حکایتیست آقای امینی گرامی. این داستان خیلی وسیعیست و چه دقتی کردید در برملا کردن این جعل و دروغی که این مرد محترم به دکتر مصدق بسته. شگفت‌انگیزه. اجازه بدید من یه سوال از شما دارم. زمانی که مرحوم دکتر مصدق در واقع در اون پادگان معروف زندانی بودن، برای محاکمه آماده می شدن، مراتب حقوقی دفاع رو با سرهنگ بزرگمهر بحث می کردن. یک جا می گوید که فلانی برای اینکه جاسوسان نفهمن به آقای امینی ما بگوییم نصرت، که کسی نفهمه. این در کتاب ذات اصلا شما هم دیدید. بخواستم ببینم مناسبت پدر مرحوم شما با مرحوم دکتر مصدق چه مناسبتی بوده؟ جواب باشید، پدر من رئیس بازرسی نخست وزیری بودن پیش از فراز آقای مصدق به نخست وزیری و از همونجا در واقع آشنایی نزدیک پیدا میکنم و در دوران زمانداری مصدق رئیس بازرسی نخست وزیری می شوند و سپس پس از سیتی شهردار تهران، جوانترین شهردار تهران می شوند و سپس رئیس سازمان بیمه های اجتماعی. بعد از کودتا چون ایشان در زندان زرهی بودند و محاکمه نظامی می شدند، وکیل ایشان باید یک ارتشی بوده باشه که آقای سرهنگ بزرگمهر هستن. بله. و در همون زمان مشاور حقوقی ایشان پدر من بودن، یعنی پدر من جز و مشاورینی هستن که بیرون از کادر رسمی دادگاه در مورد دفاعیات با ایشون صحبت میکردن و بنا میشود که اسمی که به کار میبرن به جایی که امینی بگوین
نصرت الله رو نمیگن، میگن به ایشون بگیم نصرت. بله بله این پیشنهاد بله بله اسم در واقع حالا رمز که نمیشه گفت، ولی اسم نسبتا ناشناخته شده تر پدر من در اون دوران برای مشاوره حقوقی با ایشان نصرت بوده. و بعد از اینکه ایشان به احمد آباد منتقل میشوند، بعد از 3 سال زندان زرهی، پدر من وکیل خصوصی ایشان شدم تا هنگام درگذشت ایشان در میانه دهه 40. بله بله. و پدر مرحوم شما عمر طولانی یافتند، فکر کنم 2 سال پیش بود فوت شدن، نه؟ 2 سال پیش. بله 2-3 سال پیش بود. بله خدا رحمتشون کنه. آقای امینی، این انگیزه شما چه بوده در ارتباط با عرض کنم چنین در واقع مقابله ای از نوشته های این مرد با حقایق امور؟ خب یه انگیزه خیلی نیرومندی رو طلب میکنه. شیفته یه دوران مدرنیته ایران هستم و سالهاست که در مورد مدرنیته و مشروطه میخوانم و مینویسم و گفتگو میکنم و باور من این بوده و هست که ما دوی بسیار برجسته تاریخی در ایران داریم که خیلی کم شناخته شده. یکی دوره مجلس اول مشروطه و شاید بخشی از مجلس دوم مشروطه باشه که یکی از زیباترین براستی برگهای دموکراسی و مدرنیته در ایران هست. بله. که ایرانی که 1% بیشتر سواد نداشتن مردمش، یه مجلسی به وجود می آورن که در این مجلس کسی با کسی گلاویز نمی شود، گفتمانها بسیار شهروندانه و مدنی، بسیار انسانی است و بسیاری قوانین رو در این مجلس اول تصویب می کنن که بنیاد مدرنسازی ایران می شود، از جمله قانون آموزش اجباری، گشایش مدارس نو، فکر دانشگاه، فکر بانک ملی، بسیاری چیزهایی که بعدها در دوران پس از آن صورت گرفت و از جمله در دوران رضاشاه آمده از دوران مشروطه، یعنی در واقع مجلس اول و دوم است. یه دوره تاریخی دیگر ایران هم دوران زمامداری 28 ماهه دکتر مصدق هست که در یک جنجال سیاسی و تاریخی در واقع گم شده و دوران قانونگرایی است. من سالها در این باره کار کردم و بازگشتم بسیاری از اسنادی که منتشر نشده رو نگاه کردم، از جمله مذاکرات مجلس، اسنادی که در آرشیو وزارت امور خارجه بریتانیا وجود داره، آرشیو وزارت خارجه آمریکا وجود داره و از جمله اسنادی که متأسفانه کمتر بهش توجه شده، بایگانی خاطرات شخصیت‌های بزرگ آمریکا که در اون موقع نقش داشتن که اینا آرشیو شده و موجود هست. با بازبینی اونها در واقع قصد داشتم که تاریخ دوران زمامداری مصدق رو بنویسم که این همزمان شد با برخورد به این کتاب آسیب شناسی شکست و بران شدم که جلد اول کتاب پاسخ به این موضوع باشه، ولی در واقع من اصلا در سودای پاسخ گفتن به این کتاب نبودم، بلکه اصلا کار خودم رو پیشتر آغاز کرده بودم. بله این عنوان کتاب سوداگری با تاریخ است. این خیلی عرض کنم که این عبارت خیلی پرمعنا و نیرومندی است. منظورتون از سوداگری چه بوده آقای امین؟ فرهنگ ایران سوداگری هم تجارت و بازرگانی است و هم در واقع کاری رو انجام دادن برای دریافت پاداشی. من چون هیچ آگاهی در مورد برحال جنبه های انگیزه نوشتن این کتاب به طور قطعی در دست ندارم، نمیخواستم وارد این بحث ها بشوم که مثلا نویسنده مثلا همین کتاب بررسی آسیب شناسی یک شکست یا کار آقای متین یا دیگران مثلا در سودای پولی یا مالی یا پاداشی بوده، ولی فکر میکنم یه سوداگری به معنای یک معامله سیاسی است، یک پیامد به هر حال پاداشگونه ای رو حالا دست کم جنبه غیر مالی در دست داشته. و حقیقت این است که من به خودم اجازه نمیدم که بدون هیچ دلیلی کسی رو متهم به چیزی بکنم که از اون آگاهی ندارم. بله 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 بله. خب اینجا عرض می شود که من در صفحه 15 می بینم که شما یک عنوان آورده روزنامه نویسی جنجالی به جای پژوهشگری، یعنی فکر می کنید که این قبا بر تن اون نویسنده راست آمده؟ من بگم که ایشون شباهت‌کنشی داره، ولی
روزنامه نویسی جنجالی سنت خیلی کهنی در ایران داره. بله. من به معنای نوعی پس از مشروطه به کسانی روزنامه نویسی جنجالی میکردن. روزنامه آتش مال آقای میراشرافی، حتی برخی از روزنامه های وابسته به حزب توده و بسیاری از روزنامه های دوران 20 و 32 و پس از 28 مرداد روزنامه نگاری جنجالی بودن، یعنی خبر پخش میکردن برای فروش روزنامه. اینها روزنامه نگاری جنجالی بود. ما در غرب هم داریم، در همین آمریکا شما به این میگن تبلوید، یعنی روزنامه های تبلوید. بله، شایعه درست میکنن برای فروش و این در فرهنگ سیاسی ایران تبدیل شد به روزنامه نگاری جنجالی و من فکر میکنم که روزنامه نگاری جنجالی باید از کار پژوهشی کاملا جدا باشه. بله همینجوره. خب اجازه بدید که آقای امینی، ما این کتاب خیلی وسعت داره و بیش از یک جلسه و اینها طلب میکنه، اما من میپردازم به بعض فصول این و مطالبی که از قلم خود شماست میخوانم و شما هم در واقع در جواب عرض میکنم که توضیح بدید. اینجا مصدق اسلام پناه، افسانه گسترش رفتارهای مذهبی در کابینه مصدق، صفحه عرض شود که 79 هست. بعد نقل قولی است از اون نویسنده گویا در کابینه اول مصدق نیست، در حالی که مذهبی متعصبی به نام باقر کاظمی وزیر امور خارجه مصدق شد، مهندس بازرگان معاون وزیر فرهنگ و دکتر مهدی آذر پزشک عمومی نیز وزیر فرهنگ دوره مصدق کردید که اولین اقدامش بستن مدارس مختلط دختران پسرانه بود. این یک اتهام خیلی شگفت‌انگیزه. چه توضیحی می‌فرمایید؟ ببینید، این توجه به این بکنید که وقتی این حرف رو آقای میرپتروس زده، خب طبیعی است که وقتی یک ایرانی بدون داشتن آگاهی‌های گسترده تاریخی به کتاب بسیار پربرگ ایشان نگاه می‌کنه و می‌بینه که ایشان در گذشته کارهای پژوهشی کردن، بیان میشه که غیر ممکنه یه آدمی مانند آقای میرپتروس این حرف از خودش ساخته باشه. حتما حقیقتی در این هست. به همین دلیل هم پس از انتشار این کتاب نوشتارهایی از ایران در اومد که این آقای مصدق چقدر آدم پلیدی بوده که مدارس دختران و پسران رو تعطیل کرده، مشروب فروشی ها رو بسته، در ماه رمضان جلوگیری کرده از پخش موسیقی در رادیو و فردی مانند آقای باقر کاظمی رو که یک متعصب بوده این آورده به کابینه. مجموعه این ادعا مجموعش یک دروغ هست، یعنی بله پایه ناراستی بنا شده. در هیچ دوران زمانداری مصدق کابینه مصدق تصمیم به منع فروش نوشابه های الکلی نگرفت. اصلا تمام درآمد شهرداری های ایران از بانگل الکل تهیه می شده. این لایحه رو در سال 1331 در بهمن 31 طرفداران کاشانی می برند به مجلس برای تصدیق دولت مصدق و تا پایان مرداد هم این لایحه اجرا نمیشه. بله. مدارس دختران و پسران این در دوران تخصصی سهیلی انجام شده، موقعی که آیت الله قمی از نجف و عتبات به ایران میاد با سلام و صلوات که شادروان احمد کسروی به درازا به این پرداخته، نامه ای می‌نویسد به هیئت حزیان و درخواست می‌کنه که این اختلاف دختران و پسرانه که بسیار فسادانگیز این پایان بدهند و نخواستین تذکره. این کار قبلا انجام شده بوده و بعد در همین دوران هست، جالبه در دوران آقای حشیر هست، به هیئتی به وجود می‌آید برای نظارت بر کتاب‌های درسی و آموزش، از جمله آقای بازرگان و صحابی در اون دوران در این هیئت بودند. بحثاً اونها رو آقای مصدق چشم نکرده بوده، بلکه اینا به عنوان کسانی که قرار بوده کارشناس بررسی انجام امور بر حال مذهبی شریعتی دینی بر کتاب ها باشند انتخاب شده بودند. گرد این هم حاجه نشده که بله ایشان جلوگیری کردن از پخش موسیقی. این سنتی از هنگام آغاز رادیو در سال 2019 رفت رفت آغاز شده بوده و در دوران تمامداری حشیر هستش که برای نخستین بار آقای راشد اجازه پیدا میکنه که
کرده بدون فیلم پخش میشه. بله. آقای امینی صداتون قطع و وصل میشه، لطفاً یک محلی رو پیدا بفرمایید که صداتون به درستی برسه. لطفاً بله ارتباط ما قطع شد با آقای امینی متاسفانه، ایشون خارج از منزل هستن در یک جایی با دوستان. حالا من سعی میکنم ایشون رو پیدا بکنم و باز باشون صحبت کنم. بله قطع شد. بله توضیح میفرمودید. بله بفرمایید. بله پایان رسوندم. عرض کردم که بسیاری این کارها در دوران پیش از مصدق انجام شده بود. ببینید جناب مرشدی، یه نکته که باید توجه کنید این که شهریور 20 سور دوران آزادی که آغاز شد، به قول آمریکایی‌ها بچه رو با آب لگن انداختن بیرون. یعنی در نقد به خودکامگی های دوران رضا شاه، بسیاری از کارهای نیکی که در اون دوران برای محدود کردن قدرت ملایان انجام شده بود، خیلی از اینها رو در واقع بهش نقد کردن و کنار گذاشتن. من با حجاب، با کشف حجاب اجباری کاملا مخالف هستم، ولی با این کوشش هایی که برای محدود کردن قدرت روحانیان انجام شده بود، به نظر من کاملا درست بود رفتار اون دوران پهلوی اول. ولی در دوران بعد از شهریور 20 در نقد به خودکامگی و فساد، یک نوع امتیاز دادن به روحانیون آغاز شد. افزون بر این، چون رقابتی ایجاد شده بود، ببینید حزب توده ایجاد شد و بیان دربار و حزب توده برای جلب مردم رقابت بود و هر دو سراغ آخوندها رفتن. حزب توده در روزنامه های خودش نهج البلاغه درس میداد. وقتی که آقای ابوالحسن اصفهانی فوت کرد، بزرگترین مرجع تقلید باشنده نجف به تعطیل عمومی اعلام کرد. دولت هم درباریان هم امتیاز میدادن، روابط داشتن، مثلا با آقای بوجردی شرحیات رو میآوردن تو کتابهای درسی. یه رقابتی آغاز شده بود که چگونه برای جلب نیروهای نظامی، نیروهای مذهبی رو میخوام با هم یک کوس و مسابقه داشته باشن. این است که این کارزار خیلی پیش از دوران مصدق آغاز شده بود و اصلا ربطی به دوران مصدق نداره و این نویسنده محترم به هر حال اینها رو همه رو به سینه به سینه مصدق سنجاق کرده. من شنیدم به تازگی هم گفته که اصلا این کارهای مصدق بوده که باعث شده انقلاب اسلامی در ایران. بله از این حرفا دیگه. آقای امینی یه چیز جالب در باب باقر کاظمی شگفت‌انگیز، این ایشون اصلا مطالعه هم نداشته. ببینید این که میگوید که یک آدم عرض میشود که متعصبی رو به نام باقر کاظمی آورده، شما نوشته اید که هر خواننده ناآشنا با تاریخ با خواندن این کلمه که در کابینه اول مصدق در حالی که مذهبی متعصبی به نام باقر کاظمی وزیر امور خارجه مصدق شد، شاید چنین پندارد که مصدق آقای باقر کاظمی را در کنج یکی از حجره های مسجد شیخ انصاری در نجف یا در یکی از پستوهای مدرسه شیخ عبدالحسینی در پاچنار یافته و او را به وزیری خارجه خیش برکشیده است. این آقا، نامش ایشون رو من نمیبرم، که آشناییشان با تاریخ گرتبردارانه و دستین شده است، آگاه نیست نخستین بار که مهذب الدوله باقر کاظمی یا به گفته ایشان این مذهبی متعصب به وزارت خارجه برگزیده شد در دوران مصدق نبود. 18 سال پیش از این کار ناشایست مصدق در گزینش این مذهبی متعصب
زکال ملک فروغی پس از گشید گزیده شدنش به من نخست وزیر در شهریور 1312 در دوران در دوران رضا شاه باقر کاظمی را وزیر امور خارج کرد. یعنی آقا متوجه نبوده و نمیدانسته که این باقر کاظمی یک سوابق مبتدی در خدمت رضا شاه و دیگران داشته. یعنی یک خواننده ناآشنا گمان میکنه که همونی که فرمودی باقر کاظمی اولین شغلش بوده یا آخون بوده مصدق آمده و به شغل داده. حالا دیگه این تصویری که میداد که باقر کاظمی رو از حجره مثلا مدرسه انصاری در نجف پیدا کردن آوردن کردن وزیر امور خارجه. و این نکته خیلی خوبی است. پس از گزیده شدنش بله در پادشاه باقر کاظمی رو وزیر امور خارجه کرد. یعنی زکارمر و همین مذهبی متعصب یکی برنامه ریزان و همراهان رضا شاه در سفر ترکیه بود. پس از شورش 1314 مشهد که بر کناری فروغی از نخست وزیری در آذر ماه آن سال و اعدام محمد ولی اسدی نایب التولیه آستان قصر رضوی و پدر داماد فروغی انجامید، همان مذهبی متعصب در کابینه محمود جب همچنان وزیر امور خارجه بود و یک سال پس از آن سفیر دولت شاهنشاهی ایران در ترکیه و سپس افغانستان شد. پس از ورود متفقین به ایران در شهریور 1320 که فروغی نخست وزیری را باری پذیرفت، او باقر کاظمی را به وزارت بهداری فراخوان و سپس وزارت کشور را به او سپرد. کاظمی بار دیگر در پایان نخست وزیری مرتضی‌قلی بیات در اسفند 1323 وزیر امور خارجه شد و یک سال پس از آن احمد قوام السلطنه که یکی از قهرمانان این آقای نویسنده است بار دیگر این مذهب متعصب را به کابینه برد و نخست به وزیری کشور و سپس به وزیری دارایی گماش. ساعد مراغه او را به وزیری فرهنگ برگزید و در 15 بهمن 1326 بار دیگر در کابینه ابراهیم حکیمی به وزارت امور خارجه گماشه شد. پس از آنم محمد رضا شاه او را سناتور انتصابی تهران کرد. گزینش مهذب الدوله کاظمی وزیری خارجه است به مصدق نیست بر پایه همین پیشینه ها یا به گفته یکی از نویسندگان استخوانداری او بود. این خیلی تحقیق جالبی است که این همه مشاغل مهم در دوره‌های مهم داشته تا رسیدیم به روزگار مرحوم دکتر مصدق. یک شغل هم ایشون داره با توجه به استخوانداریش. این یه چیز شرم‌آوری است به نظر من. ایشون باید خجالت بکشه آقای امینی از این داستان واقعا. خب اجازه میدید بگذاریم به یه موضوع دیگر. آقای امینی روی خط هستین؟ بفرمایید. بله عرض می‌کنم که این داستان بله من دلم میخواد شما یه مختصری از داستان مصدق و شمس قنات آبادی که میدونید به دربار هم رفت آمد داشت و اونجا کارها داشتم بفرمایید، یا بنده از کتاب میخوانم یا شما بفرمایید. عرض کنم که شمس قنات آبادی معروف به آقا شمس، این از برو آمده به قم و در قم درس دینی میخواد، ولی به قم خب ببینید این تنها آخوند اون دوراست که خالکوبی هم داشت، یعنی چون اهل برحال زور خونه بود رفته بود و مثلا معروف بود که آخوند بود که خالکوبی داشت و خب بیشتر آخوندهای زمان اهل بشتی و ورزش و گردن کلفتی بوده برای خودش. ایشون آدم بسیار گردن کلفتی بود و پرونده به وجود آورده بودن در قوم، چون چاوگشی کرده بود و زده خور کرده بود. آقایون علمای قوم، روحانیان قوم تقاضا میکنن که این آقا شمس رو شهربانی از قم بیرون بکنه. ایشون از قم میرود به نجف و در اونجا دوباره طبیعتاً وقت دینیش بلوستر میشه، برمیگرده به تهران، سردفتر میشود و سپس از پیرامونیان آقای کاشانی میشود و مانند بسیاری دیگر از کسانی که روزنامه داشتن، چون ایشون روزنامه برای اون مجمع اسلامی بیرون میدادن، میآیند و میپیوندند به اون جریانی که مصدق در فرا خوانده بود برای اعتراض به انتخاباتی که در دوره وزارت دربار حجیر انجام شده بود، یعنی انتخابات مجلس 16. بله بله در واقع اعلام پشتیبانی میکنه. این به این معنا نیستش که از نزدیکان مصدق بوده و خیلی هم زود از مصدق جدا میشه، یار غار کاشانی است، بعد هم با دیگران مرتبط میشه. بعد از 28 مرداد ایشان میروند به معاون تولیت آستان قدس رضوی میشوند و در انتخابات مجلس 18 آقای علا و علم شرطی که برای ایشون میگذارن که چندین سال بعد از 28 مرداد
که بتواند ایشان در انتخابات مجلس 18 شرکت بکنه یا 19 بکنم ببخشید 19 این بوده که رخت دینی رو کنار بگذاره و حتی آقای علا یک خلعتی یعنی یک کتوشلوار برای اروپایی برای ایشان میپرسته و ایشون رخت دینی رو کنار میگذاره و بعدها شایع بوده که البته این شایعی است که تقریبا همه میپذیرفتن که گویا یک وسطی هم بین ایشان و ملکه مادر هم صورت گرفته بوده و رفت و آمدهایی هم با دربار از این لحاظ داشته. حالا این آدم رو رفت دادن و گفتن که از پایه‌گذاران جبهه ملی و از یاران دکتر مصدق بوده به همان اندازه واقعی است که شما بگید که مثلا شعبان جعفری مثلا در استخدام دکتر مصدق بوده، همونطور که هم که گویا گفته. در مورد استخدام شعبان جعفری هم ماجرا خیلی جالب است، برای که آقای مزینی که میدونید در دوره نخست نخست وزیری مصدق تا سال 1331 ایشان در گزینش رئیس شهربانی و ارتش هیچ دخالتی نداشتند. بله. و در کابینه اول که آقای زاهدی وزیر کشور بوده، نخستین رئیس شهربانی رو ایشان پیشنهاد میکنه که بعد از اون رویدادی که دی کشته میشن او رو کنار بگذارن و آقای مزینی باز به پیشنهاد دربار رئیس شهربانی می شود. این مزینی بعدها تغییر نام می دهد و می شود مزین. بله. برادرش رو در جریان کشتن افشارتوس متهم کرده بودند، این نام خودش رو عوض می کنه و بعد از 28 مرداد می شود رئیس مجموعه امور املاک سلطنتی، یعنی اینقدر نزدیک بوده با درگاه. بله. و این آقای مزینی از جمله دستور میدهد، باید که به من دستور دادم، ولی خود او رئیس شهربانی بوده، فردی به نام سرهنگ نخعی که ایشان رئیس کلانتری های کل کشور بودند، آقای شعبان جعفری رو استخدام میکنه و این با بودجه محرمانه بوده. این جناب نخعی که بعدها میشود تیمسار نخعی، همان کسی است که بعد از 28 مرداد در اون نامه‌ای که من در این کتاب چاپ کردم از طرف دربار گزیده می شود همراه با آقای حسن کلانتری، معروف به حسن هفت رنگ. بله. که رئیس لاتهای کاشی تهران بوده، برای رسیدگی به اینکه به کدام یک از جانبازان 28 مرداد مدال بدهد. بله. و به 21 نفر از جانبازان 28 مرداد مانند به حال بزرگانی چون شعبان جعفری، عرض کنم که ناصر خالدر، حسین رمضان یخی، احتمالاً نمیدونم، اصلا رمضان، برادران رمضان یخی و آقای جگرکی، ناصر خان جگرکی. من عکس ناصر خان جگرکی رو که رفته مدال بگیره با لباس فراک دارم و این رفته اجاره کرده و این خب این هیکل گنده‌ای داره و این لباس فراک نمیخوره به تنش، دست گلم در دستشه، داره میره به پاداش جانبازی هایی که برای برحال اجرای قانون اساسی حتما در اون دوره انجام و مدال بگیره دیگه به طور کلی. این است که میدونید به نظر من نکته ای که در واقع در این کتابم گفتم این است که وقتی شما مملکتی دارید که 21 نفر از لاتهای تهران که برخی حتی نام کاملش روشن نبوده به نام مخملی و خالدار و غیره شهرت داشتن، اینها مدال میگیرن و نخستین دکتر حقوق ایران درسخوانده خارج به زندان زرهی می رود، شما نباید شگفت زده بشوید که آقای احمدی نژاد بشود نخست وزیر ایران. بله، اینا پیامدهای همون هست آقای امینی، اینا همه پیامدهای همون کار هاست. بله، بسیار شگفت انگیز بوده. بسیار ممنونم. عرض می کنم که شما اینجا یک جایی نویسنده رو به چالش کشیدید، در صفحه 111 نوشتید من این آقا را به چالش می کشم که بندی از اون پیشگفتار را که گواهی بر این افسوده ها در چاسب سبون باشد به خوانندگان نشان دهد تا همگان با او هم‌آوا شوند که مصدق با پیشتر و مدرنیته سر ناسازگاری داشته است. پرسیدنی است که او چگونه میتواند کسی را که از رواج تجددگرایی در ایران انتقاد میکرده در 70 بر پیشتر یکی از برجستگان نمایندگان جنبش مشروطه خواهی بداند، کسی با پیشرفت و مدرنیته را مخالف بوده باشد
نماینده جنبش مشروط خواهی نیست تا چه رسد به این که یکی از نمایندگان برجسته باشد. این جناب مشیری این بر میگرده به این که نویسنده محترم اشاره‌ای کرده. بله هلو 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 آقای امینی هلو آقای امینی بکنم دوباره قطع شدیم. آقای امینی دوست عزیز امیر جان یک موسیقی پخش کنین لطفاً تا ما بتوانیم با دوست گرامی آقای محمد امینی ارتباط برقرار کنیم. ایشون در منزل نیستن و این تلفن‌های دستی این مشکلات رو دارن. آقای امینی گرامی یک مغالطه بزرگ هست و اون این هست که ما شرایط موجود رو تحمیل می‌کنیم به روزگار قدیم. یعنی این که بدون جد که مردم ما بیزار شدن از حکومت اسلامی و در واقع قوانین شهر انتظارشون هم این بوده است که مثلا دکتر مصدق علم کفر برافرازد و در خیابانهای تهران بگوید من کافرم. یعنی این گذاشتیم به عهده شما جناب مشیری جان شما. بله بله این کافری کار من است. ولی کسی که رهبر یک مردمی هست مثل این است که آقای جورج بوش آقای اوباما بیاد شروع کنه در واقع به جای جلب محبت کاتولیکا و پرتستانها شروع کند نقد دین بکند و رد انجیل و تورات و اینا، این سخنان مسخره است واقعا. این از جهالت دکترای ایشان در باب در واقع گویا یک مطلب ارث بوده گویا نه؟ بله ایشون در باب ارث در مذهب شیعی رساله نوشتند تقریبا میتوان گفت 100 سال پیش. بله انتظار که یه آدمی به هر حال با این پیشینه برود در اروپا و رساله بنویسد مثلا در نقد به شیعیگری، خب این اصلا یه انتظار بسیار باطلی است. مصدق یک مسلمان زاده بوده که به هر حال مسلمان هم از این دنیا رفته، حالا آدمی بوده که وفاداری های به تشریفات دینی نداشته اصلا، دار بوده، تنها نخست وزیر تاریخ ایران هست که به طور خیلی روشن از حقوق بهائیان دفاع کرده. شما اگه نگاه کنید به خاطرات فلسفی، بله گفته است به فلسفی که بله که ایشان به ایشان گفتم از فعالیت بهائیان جلوگیری کنن و گفتش که من نخست وزیر همه مردم ایران هستم، بهائیان هم ایرانی هستند. و این خب در اون زمان این حرفا رو زدن خیلی خیلی شجاعت می‌خواسته و خب طبیعی است که آدمی است که باورمند به مذهب است، همونطور که رضا شاه بوده، محمد رضا شاه بوده، دیگر نخست وزیران و بزرگان ایران در اون هر بوده. و آقای امینی اصلا دکتر مصدق نسبت به محمد رضا شاه اون دلبستگی محمد رضا شاه رو هرگز نداشت. ایشون جاروکشی می‌کرد، خاکروبی می‌کرد، گور امام هشتم حج می‌رفت. تنها پادشاه تاریخ ایران که حج رفته و اونجا کلوخ زده به شیطان و زانو زده با اون لباس و اینا مرحوم محمد رضا شاه بوده. کی دکتر مصدق از این کارها کرد؟ خب این نکته بحث شما با زبان بسیار جالبتون مطرح میکنید و بندرم میذارید که با همین زبان صحبت کنم، ولی اجازه بدید که من حالا کلوخ و اینا رو نگم دیگه. شما این نه کلوخا رو بنده میگم قربان، شما کلوخا رو نفرمایید بنده میگم. کلوخا و جاروکشی ها در اون عرض کنم گور رضا و اینها، خب ایشون میرفتن دیگه، خانواده سلطنتی میرفتن، گلاب پاشی میکردن، جاروبی میکردن و اینها کار که دکتر مصدق از این کارها مطلقاً و ابدا فکر نمیکنم اساسا در مجلس روزخانی یا تعزیه یا جای بین ملایان دکتر مصدق دیده شد مگر به ضرورت سیاسی. حالا شما چون در واقع متخصص این امر هستید شما بفرمایید. بر کاملا نکتتون درسته. ببینید اصولاً ما در یه جامعه زندگی می کردیم که این جامعه بزرگان این جامعه به هر حال به خاطر جلب مردم یا بارپای باوری که داشتن یا ناباورانه امتیاز می دادن به هر حال ارباب دین و می رفتن و به هر حال کارهای انجام می دادن که شاید در یه جامعه پیشرفته در سکولار این کارها لازم نباشه. بله درود بر شما. اینا چیزهاییست که به هر حال جزء
جنبه پذیرفته شده جامعه ایران بوده و بله. نمیتوان بر کسی خورده گرفت که چرا این کارها انجام میشه. اصلا نبدا. ولی این که مثلا آقای متینی و بعد به پیروی از ایشان نویسنده آسیب شناسی شکست، این موضوع آوردن قرآن رو از جیب که مصدق در اون مجلس پنجم در اون روزی که قرار بوده رأی بگیرن به پایان پادشاهی قاجار، قرآن از جیب بیرون آورده و سوگند خورده و شهادتین رو گفته، 1305 هستش داستان. بله. اول ما سال 91 هستیم. در اون دوره 86 سال پیش رو گواهی بری میگیرن که او در واقع پایه‌گذار فکر جمهوری اسلامی است. ناآشناییشون هست یا شاید عوام فریبی است، برای که شهادتینی که او میگوید این است که من وقتی بروم بیرون از این مجلس ممکن است منو بکشن. و بنابراین میآید و شهادتین میگوید. و اگه ما اینها رو بخواهیم نشانه‌هایی از گمراهی سیاستمداران بزرگان ایران بدانیم، خب تقریبا میتوان گفت همه گمراهند. من نمیدانم چرا این رو به سینه تنها مصدق سنجاق میکنن، اون هم برای بهره برداری از این سپهر سیاسی امروز جامعه است که خب خیلی از دین گریزانه. بله بله بله. ولی به هر حال به نظر من مصدق یکی از نمونه های سکولاریسم بسیار بسیار فعال در جامعه ما. در تکمیل فرمایشتون عرض میکنم که قزاقای چاقوکش با اون سبیلای اونچنانی بیرون ایستاده بودن که اگر کسی راه ندهد چه ها و چه ها بکنن. مرحوم تقی‌زاده میگوید که من وقتی که گفتم این کار غلط است آمدم، جانم به لبم رسید تا از مقابل این قزاقها گذشتم و یک کالسکه پیدا کردم که جانم را به در ببرم. یعنی یک مجلس مرعوبی بود و دکتر مصدق حق داشت که شهادمون که اون رو بکشن. یعنی همچین خطری هم وجود داشته. اجازه بده از این بگذاریم قربان، برگردیم سر چپتر دیگری از این کتاب مفصل شما که من پیشنهاد میکنم که بله. بعد اینجا جناب امینی، ما اینجا یک عرض میکنم که فدایان اسلام و مصدق، بی انصافی های قریبی هم اینجا شده، اصلا ناگفتنی. لطفا بفرمایید. بله، در این کتاب آسیب شناسی شکست که یک شکست که گویا مصدق پس از مدت کوتاهی نواب صفوی مهرایون اسلام را از زندان آزاد کرد. نواب صفوی در تمام دوران پیش از زمانداری مصدق آزاد زندگی میکردند، هیچ کس کاری با اون نداشته. بله. در همون در واقع یک ماه پس از آغاز نخست‌وزیری مصدق در خرداد ماه او را به جرم کاری که در شمال ایران در مازندران انجام داده بوده و حکم دادگاه وجود داشته دستگیر میکنند و ایشان 22 ماه از 8 ماه زمانداری مصدق رو در زندان می‌گذرانند. یعنی تمام دوران قانونی زندان رو سپری می‌کنه. در همون زمان در واکنش به دستگیری نواب صفوی در پامنار و دیگر نقاط تهران تظاهراتی از سوی فدایان اسلام صورت می‌گیره. گروهی از فدایان اسلام دستگیر می‌کنند، بسیاری از اینها رو محاکمه می‌کنند و خود دادگاه برخی رو آزاد می‌کنه، برخی رو تبعید می‌کنه. بیشترین فشار بر این دار دستی فدایانستان در دوران مصدق اعمال کردند و من توصیه می کنم همیهنهای گرامی اگر می توانند حتی آرشیوهای الکترونیکی نشریه نبرد ملت که آقای کرباسیان که هنوز هم زنده هستند در دستگاه جمهوری اسلامی کار می کنند، این رو نگاه کنند، ببینند که چه ناسزاهایی نسبت مصدق در اون زمان این نشریه نبرد ملت گفته و این نویسنده محترم به جایی که به اینها نگاه کنه گفته که بله آقای مصدق طرفدار نزدیک فدایان اسلام بوده. آقای کرباسیان و یه جایی به قلم خودش می‌نویسد که در مورد مصدق توزش به شنوندگان و بینندگان ارجمند که این واژه ها رو استفاده میکنم، می‌گوید مانند دولت مصدق شوهر نمیخواستیم که برویم مردان بیگانه رو به روی خودمان بکشیم و این دولت مصدق دولتی است که این مردان بیگانه رو در واقع با این مردان بیگانه شوهر کرده. وقتی دکتر مصدق به زندان میافتد پس از 28 مرداد، آقای کرباسیان و نشریه نبرد ملت نوشتند که محاکمه لازم نیست، یک تیر خلاص به این پیرمرد سالوس بزنید و او رو رها کنید. آقای نواب صفوی در نوشته‌ای که اینک در تارنمای فدایان اسلام هم
گفته اگر کودتا نمی‌شد من خودم می‌خواستم کودتا بکنم و شر به اصطلاح این پلید رو از جامعه ایران کم بکنم. جالب اینجاست که نواب صفوی از 28 ماه زمانداری دکتر مصدق 22 ماه در زندان بوده و پس از 28 مرداد با پول و پشتیبانی دولت زاهدی راهی کنگره اسلامی در اردن می شود. من پیکره بازگشت ایشان رو در محافظت افسران و سربازان دولت زاهدی در فرودگاه مهرآباد در این کتاب چاپ کردم. ایشان آزادانه به تهران بر می گردن و می روند برای نمایندگی در مجلس اقدام می کنند. اون وقت تصور این که گفته شود که در دوران مصدق و فدایان اسلام بوده و پس از مصدق فدایان اسلام گرفتار شدن، جز این که دروغ بزرگ سیاسی و تاریخی باشد چیز دیگری نمیتوان بر اون نام نهاد. اجازه بدین آقای امیری من از صفحه 136 هموطنان رو حواله بدهم به کتاب شما در این باب در صفحه 136 نوشته ای نواب صفوی 21 ماه از زمامداری 27 ماهه مصدق را در زندان گذراند و بیشتر فدایان اسلام هم که در زندان زد و خورد با پلیس در واکنش به دستگیری نواب صفوی دستگیر شده بودند، پس از 8 ماه زندانی بودند و محاکمه آزاد شدند و برخی به زندان‌های درازتری محکوم گردیدند. پس پرسیدنی است که گیوم پس از مدت کوتاهی، یعنی نوشته ایشان که نقل قول داد، از کجا برخواسته و انگیزه این آقا از اشاره به آن چیست؟ آیا این شخص به این هم نمی‌پردازد که همین دستگیری، محاکمه و زندانی شدن نواب و 27 تن دیگر از یاران او جز در دوران مصدق در دوران نخست وزیر دیگران روی نداده است؟ با این همه تیغ تیز انتقاد ایشان تنها به سوی مصدق نشانه می‌دهد و آن نخست وزیران دیگر را آماج خود نمی سازد. این را هم فراموش می کند که نواب صفوی و دیگر اعضای فدایان اسلام که مصدق پس از مدت کوتاهی آزاد ساخت، یعنی قول ایشان است، پس از کودتا آزادانه می زیستند، یعنی بعد از اون کودتای کذا و کذا. این هم از اون عرض می شود که داستان هاست. و یکی از مباحث شیرین به قول اون آخوند که به اینجا رسیدیم، بله، مخالفت مصدق با حق رأی زنان هست. آقای امینی اینم شما بفرمایید، منم بخشی از کتاب میخوانم هموطنان روشن بشه. از اون داستانهایی که برای من بسیار شگفت‌آور هست، برای اینکه بیدارید که قانون اساسی مشروطه و نظامنامه های مربوط به انتخابات در دوره های پس از انقلاب مشروطه زنان رو در اداد دیوانگان و ورشکستگان به تفکیر از حق رأی دادن و انتخاب شدن محروم کرده بود. بله بله. و هیچ کوششی در ایران در اون سالها صورت نگرفت برای اینکه زنان حق رأی پیدا بکنند. در دوران زمامداری مصدق برای نخستین بار یک قانون تصویب شد، لایحه انتخابات شهرداری، که اولین بار در تاریخ ایران بود که در بخش مربوط به کسانی که از انتخاب کردن و انتخاب شدن محرومن، زنان رو دیگه نام نبرده بودن. یک واکنش گسترده‌ای در بهمن ماه سال 31 از سوی روحانیان برخاست. برای نخستین بار آقای بونجردی، آقای دلال بونجردی وارد میدان شد، پاسخ داد به آقای بهبهانی و گفت در کشور اسلامی رأی زنان حرام است و نمیتوانند زنان رأی بدن. اگر دکتر مصدق طرفدار جلوگیری از حق رأی زنان بود، آقای بونجردی و بهبهانی چنین واکنشی نشان نمی دادن و آقای دکتر شایگان چنین مساعده‌ای در با روزنامه ها انجام نمی دادن که زنان هم بخشی از این مملکت هستند و باید رأی بدهند اگر مردم بخواهند. فقیه شیرازی و دیگران داماد آقای کاشانی در مجلس سخنرانی های درازی رو در این زمینه کردند و تومارهایی رو از شهرهای مختلف نشان دادن که مردم به اصطلاح با حق رأی زنان مخالف هستن و دکتر مصدق این لایحه رو به مجلس برد. بله. در واقع لایحه قانون انتخابات شهرداری ها در دوران دکتر مصدق تصویب شد که برای نخستین بار به زنان در انتخابات انجمن شهر اجازه شرکت میداد و به راستی ناجوان مردانه است که گفته شود که گویا مصدق با حق رأی زنان مخالف بوده، در حالی که او
نخستین دولتی است در تاریخ ایران که وارد بحث حقوق زنان شده. من اجازه بدید که یک نکته دیگری رو هم در اینجا در اشاره به موضوع مطرح کنم. دکتر مصدق پیش از قانون کشف حجاب اجباری خود همسر و فرزندانش کشف حجاب کرده بودند، یعنی حجاب نداشتند. بله. دمایی بودند که با رخت اروپایی در ایران زندگی می‌کردند. و بنابراین برخی از این سخنان، ببینید جناب مشیری، من می‌پذیرم که می‌توان و می‌باید به چالش و انتقاد دوران مصدق برخاست. بله. باری کژروی‌هایی که در این دوران صورت گرفته رو بررسی کرد. بله حتما. اینها رو با کینه نمی‌توان انجام داد. اینها رو با دروغ نمی‌توان انجام داد. بر شما. اینها رو باید با صداقت انجام داد. این دوره تاریخ ایران رو حفظ کرد و ما نباید به ایران ساختن خاطره از انسان‌هایی بپردازیم که اینها در ساختن ایران مدرن نقش اساسی داشتن، به ویژه با رو کردن اسناد و داده‌های ساختگی و نادرست. چون بر روی نسل جوان ایران وقتی کتاب‌هایی رو از این دست می‌خواند گمان می‌کند که چنین دکترها و پروفسورهایی حتما می‌دانند و چنین چیزهایی رو می‌نویسند. حالا آیا اینکه دکتر هستند و پروفسور دیگر این رو می‌گذارند به داوری تاریخ، من وارد این بحثا نمی‌شوم، حتما هستند، چون اگر نباشند که قاعدتاً به ایشان نمی‌گویند. نه قربان، عرض کنم که ایشان که می‌دانیم که داستانش جعلی است. حالا شما دیپلماتیک تر هستید، بنده نیستم. صراحت عرض میکنم یه تیکه کاغذ عرض شما آقای صمدانی که در اتاقش چاپ میکنه به این اون میدهد، به ایشون هم داده. با کمال افتخار خجالت آورم هست که آدم عنوانی رو جعل کنه. به این به زبان انگلیسی میگن ایمپاستر. ایمپاستر یعنی جعلی. خب آقای امینی گرامی، این آقای یروان آبراهامیان مورخ خوبیست ولی لغزش ها داره و آدم تعجب میکنه این مرد که با امور ایران آشنا هست بعض لغزش ها داره که ایشون به قول شما گرده برداری کرده، اندکی هم کج و موبج کرده و بدترش کرده و در کتاب آورده. یک کسی باید آقای آبراهامیان رو آگاه کنه از خطاهایی که مرتکب شده در این کتاب مشهورش. بله بله، در مورد کتاب ایشان هم برحال خطا هست، ولی ببینید خطای پژوهشگری با طرف با بغض نیست. بله با بغض تو هم نیست ابدا، بغضه که مورد گفته بود، وگرنه بسیاری از پژوهشگران در کار پژوهشی خودشون میتوانند دچار خطا بکنند. بله امین گرامی، ما بیشتر از این باید در این باب صحبت بکنیم. این فتح بابی بود، امیدوار هستم در موارد دیگر دوست ارز کنم که بتوانیم با هم صحبت بکنیم، چون موارد خیلی خیلی مهمی هست که باید در من خدمت رو خواهم بود. سپاسگزارم. به دوستان حاضر در این جلسه سلام مرا هم برسانید. از شما بی اندازه سپاسگزارم. وقت ما در اینجا تقریبا تمام شده جناب امینی، بسیار از شما ممنونم. بسیار بسیار سپاسگزار هستم. درود بر شما. شب شما بخیر. خب دوستان گرامی، هموطنان بزرگوار، توجه فرمودید چند مورد از کتاب این مرد که به چاپ زده است و اینها رو آقای امینی تحقیق و بررسی کرده و همه اینها دروغ و نادرست بوده و خیلی مهم است که وقتی جعلی در تاریخ انجام میشه کسانی باشن با صرف وقت و دقت نظر و آوردن اسناد موجود. همین داستان باقر کاظمی رو دیدیم که از زمان رضا شاه مشاغل مهم داشته است تا روزگار دکتر مصدق. دکتر مصدق بیچاره شغل بشته، آقا مده یقه دکتر مصدق رو گرفته که این آدم مذهبی بوده. پس یعنی آدم مذهبی متعصب بود، رضا شاه چرا به شغل میداد؟ فروغی به این شغل داد. در دوره نمیدونم محمد رضا شاه مشاغل دیگری داشته. اینها برخواسته از بغض و حب و بغض بیهوده است و داره هیچ گونه ارزشی البته نیست. این چیز مقطعی است، میگذرد. مثل همون داستانی که عرض میکنم لسان الملک سپه، با اینکه نویسنده بزرگی بود با اون قلم و اون دانش، بیچاره از ترس دربار در اون کتاب مشهور ناسخ التواریخ نوشت. این تقیه عرض میکنم که کاشت عراقی رو فرستادن در کاشان و مرد، در حالی که همه جهانیان میدانستند که به امر ناصرالدین شاه جوان در حال مستی حکم قتل او رو گرفتن و بردن و مثل طریقان بزرگ رو کشتن. رفت اونجا مرد.
حیثیت این ناسخ التواریخ به خاطر همین یک دروغ شاخدار از میون رفت تا چه رسد به این همه دروغ. از شما هموطنان سپاسگزارم، توجه فرمودید، از امیر جوان در اتاق فرمان و شما بزرگواران همزبانان بسیار بسیار از شما سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.